میخواهید با استقلال مالی برسید برنامه و هدف را فراموش نکنید سلام هستتان بخیر خیر امیدوارستم خوب و خوشحال باشین و کاروارتان عالی بگذره هموطنان عزیز مطمئنا در دوره های مختلف از زندگی با چالش ها و مشکلات اقتصادی مواجه شدین و شاید هم تا حال نمیدانستین که با کدام راهکار میتونین که مبارزه بکنین و با چالش های اقتصادی یا مشکلات اقتصادی در خانواده خدافیزی بکنین بسته معلوماتی امروز ما هم در مورد امین موضوع هست گام های برای رفع مشکلات و چالش های اقتصادی در خانواده ها خب دوستان عزیز خانواده ها از منابع مختلف کسب درآمد می و مطمئنا پول را که دریافت می یا کسب درآمدشان هست این پول را مصارف روزمره خود میکنند و در کنارش به خاطر تهیه کالاهای مختلف چون غذا، پوشاک و مسکن مصرف می اینکه با کدام راهکار می با مشکلات و مسائل اقتصادی در خانواده مبارزه بکنند با هم میریم در بسته معلوماتی می باشیم و دوباره برمیگردیم گام های تلایی برای رفع مشکلات اقتصادی خانواده امروزه به علت تورم و گرانی مشکلات اقتصادی گریبان بسیاری از خانواده ها را گرفته به طوری که دغدغه بسیاری از افراد در جامعه می باشد مشکلات اقتصادی و یکسان نبودن میزان دخل و خرج از رایجترین بحث های زن و شوهر در کانون خانواده است که میتوان بنیان خانواده را سست کند اما راهکارهایی وجود دارد که شما می توانید با آنها به جنگ مشکلات اقتصادی بروید و پیروز شوید. مشکلات اقتصادی خانواده را چگونه حل کنیم؟ برای حل مشکلات اقتصادی خانواده این کارها را انجام دهید. مدیریت حرف اول را می زند. اقتصاد خانواده مقوله صرفاً برای خانواده های پردرآمد نیست. بلکه برای اقشار کم درآمد نیز کاربرد دارد افزایش درآمد موجب بالا رفتن هزینه ها می شود و مدیریت هزینه ها می تواند هنر گردانندگان اقتصادی خانواده را نمایان سازد. شیوه مدیریت اقتصادی خانواده ها امروزه بخش عمده ای از هویت آنان را تشکیل داده. رونق و شگفایی اقتصادی رشد و ترقی خانواده را در پی خواهد داشت. برنامه ریزی کنید برنامه ریزی اقتصادی خانواده در شگفایی آن نقش اساسی دارد. خانواده بدون برنامه مثل سازمانی است که به حال خود رها شده است. چرا که برنامه ریزی اقتصادی خانواده اهداف کوتاه مدت میان مدت و بلند مدت اقتصاد خانواده را مشخص می کند. اهداف تشکیل دهندگان خانواده محقق نمی شود. مگر آنکه مدیر خانه برای رسیدن به اهداف مورد نظرشان با شناخت کافی از امکانات و منابع در اختیار برنامه ریزی داشته باشند. نخست باید چارچوب اهداف کلی خانواده تعیین شود. آنگاه کل برنامه و برنامه ها و عدف کوچکتر برای رسیدن به هدف اصلی تقسیم شود. در این مسیر اهداف باید قابلیت تحقق داشته باشند و از خیال پردازی در تعیین آنها دوری شود. برنامه ریزی در مدیریت اقتصادی خانه انتخاب و توضیح مناسب همه اعضای خانواده دوست دارند بهترین ها را در انتخاب محل زندگی، غذا، پوشاک و غیره داشته باشند. اما درصد کمی از خانواده هایی هستند که می توانند این نیازها را برطرف سازند. و اگر درآمد خانواده محدود باشد، تنها می تواند بخشی از این نیازها را برطرف سازد. خانواده باید فهرستی از خواسته های خود را تهیه کند. و درآمد خانواده را با این نیازها تطبیق دهد ده و انتخاب ها را طوری بررسی کند که به بهترین انتخاب دست یابد همچنین مدیر خانواده باید به با چگونگی توزیع منابع بین اعضای خود دقت کند زیرا اگر این توزیع نادلانه باشد و یکی از اعضای خانواده قسمت بیشتری از درآمد خانواده را به خود اختصاص دهد ده سهم کمتر برای دیگر می ماند. انداز کنید. یکی از راهکارهایی که می تواند مشکلات اقتصادی خانواده را حل نماید داشتن پسنداز است. بدون پسنداز هیچ خانواده ای نخواهد توانست به کامیابی برسد. پسنداز امر مشارکتی است و تنها با فعالیت سرپرست خانواده حاصل نمی شود. بلکه همه اعضای خانواده در آن سهیمند. پس انداز کردن موجب تعدیل هزینه ها تضمین آینده می شود و نقطه اتکای خانواده است. ادامه برنامه کاروبار است و حالا میریم به یک میان برنامه کوتاه و در ادامه با مهمان ما برمیگردیم. در بخش دومو برنامه قرار داریم و طبق روزهای گذشته یک بانوی متشبس را در این برنامه کنار خود داریم که البته بونو بهار صدیقی بانوی متشبس هستند که در راستای تجارت ده سال تجربه کاری دارند سلام و وقتتان به خیر خوش آمدین به برنامه کاربار سلام به شما و ببینید تلویزیون شما بهار صدیقی هستم خوش هستم که مرا دعوت کردین سلامت باشین خوش آمدین به برنامه خوش باشین سلامت باشین در نخست برنامه اگر یک معرفی مختصر از خود داشته باشین که بیننده ها با شما بیشتر آشنایی حاصل کنند بهار صدیقی هستم البته فعلا دو کارگاه داریم در بخش فعالیت صنایع دستی و هم کارگاه خیاطی داریم که میال نام خدا فعال هسته خانما هسته زیر دست ما کار میکنن خوب است یک ورا و علال بر خود پیدا میکنن خیلی خوب بانو سیدی قیزی بگوین که چه زمان وارد مسیر تجارت شدین؟ من خو ده سال پیشی که وارد شدم اولا کورس خواندم بعد از کورسی که من تعقیب کردم شرکت ها بود من کار کردیم کاری میکردم مدت دو سال باز بعد از دو سال دیگه آیستا خودم که پیشرفت کردم کارگاه جور کردم بسیار به سختی سرپای شدم خودم دیگه حالا نام خدا نه خانما هست زیر دست ما زیاد کار و کوشیش هم دارم که زیادتر شوه و خیر خانمای های بیکار هستن دختر خانمایی که در خانه هستن برشون بتانیم یک کمک شویم خیلی خوب آیا فکر میکردین که روز به این دستاورده و موفقیت برسین؟ بله فکر میکردم فکر میکردم که کوشش کردم بله بدون شک که ما اگر تلاش بکنیم تعهد بلیا. داشته باشیم به با موفقیت یا اون که به خاطر اهداف زندگی ما تصمیم کرده باشیم برش میرسیم اشاره داشتین به دوره مدتی که شما درس خواندین خیاطی را میشه بگین که در چقدر مدت وقت مشخصاً شما یاد گرفتین این مسئله را ما خو یک کورس خانگی بود که دو ماه خواندم او قدر یعنی مدر نبود پیشرفته نبود. نبود بله باز مدت دو ماه دیگه ما در کارت چار در کرکت بود چی بود؟ کورس بود که از طرف ما یونسف بود ما اونجا درس خوندیم دیگه خودم تقیب کردیم در خانه کوشش از خود انسان است بدون شک زمان که ما بخوایم تلاش بکنیم زحمت بکشیم میرسیم به هر چیز کارزویش داشته آه. باشین با سیدی بگوین البته اشاره هم داشتین به چالش ها و مشکلات که به سختی به اینجا رسیدین از چالش ها و مشکلاتتون بگوین ولی ما بسیار به سختی بسیار مشکلات با بسیار پول کم دیجه رسیدیم چه بسیار پول؟ به زحمت های بسیار زیاد زحمت کشیدیم مثلا خود من از صفر شروع کردم هر کس کس از صفر شروع میکنه بله. تاوان داره در هر چیزی که یک دفعه قدم بانی اول تاوان داره تا که تاوان نبینی پس فایده نمیبینی دیگه ما هم بسیار مشکلات ها رو پشت سر گذاشتاندیم اولادکای های مده خانه میماندم و صبح وقت. او طرف کار کوی طرف کار کو. و کورس هم دم جریان می خواندم تا که من در یر رسیدم بسیار به زحمات زیاد آل شیرنیش ها می بینم برو صدیقی چیگونه این با کردین کرده این چالش ها و در کناری همراه تان کی بود که حمایت تان کرد؟ من را کس دیگه البته شوهر می ماید کده تا حالا من از پشت مستاد است من اولا و کردم درس در خانه پدر خوانده بودم کم بازی شوهرم سر ما بسیار کوشش کردم مثل یک رفیق مثل یک دوست در پولی استاد بوده در هر کار که ما پیش قدم ماندیم مرا تشویق کرده <تصفح> دیگه از او از شوهر خود راضی است و مثل یک منعیس دوست منعیس رفیق منعیس یک همکار مرا کمک کرده که من دیگر سر رسیدی <تصفح> واقعا جای افتخار دیگه. هست که شما را داریم در جامعه از افغانستان که عملا حضور دارین و کار میکنین دوشادوش با شوهرتان و میتونین مصارف خانه را پیدا بکنین خب در مورد حمایت های خانوادگی بگوین که چقدر به تان حمایت های خانوادگی مهم است و خصوص برای بانوان که کار میکنن در قسمت حمایت های خانوادگی باید بگویم که خانمی که در کار استعداد داشته باشه یا دختر خانمی نباید خانواده زو او را دلزده کنه نه یعنی او را پس بگویه نکن <applause> باید حمایتش کنه دوش و دوش استاد باشه او حتما استعداد را که داره حتما در دا یک جای میرسه باید مادر است پدر است یا شوهر است برادر است باید در کمک کنه کسی که دختر خانم باشه یا خانم باشه در کاری که شوق داشته باشه حتما در او میرسه بله. <applause> یعنی منظری خودش تایید کنن در کاری که شوق علاقه داره را پشتیبانی کنن کودک جای برسه و دا, دا کمکش به دیگه دختر خانم ها هم برسه ولی وقت بدون شک مورد که شما فرمودین باید در نظر بگیریم ولی بونسیقی بسیار از مردان هستند که به خانم اجازه نمیتن که در بیرون کار بکنن حتی خیاطی و خود امی مسلک خیاطی را میگن یک حیب است نظر شما چی است؟ ای کاملا غلط است ای طرز نظر مردا فرق میکنه البته دیگه مردا هم نباید ببینن که شرایط خوب نیست خانم هست از درس ماندن از کار ماندن اه. از وظیفه ماندن از همه چیز حال فعلا چیزی که مونده می خیاطی هسته او خا... مردایی که خانم و دختر خانمش از خیاطی منه میکنن اونا را البته چی میکنن میمایه میکنن که به خیاطی دیگه دست دراز بکنن به خیاط های مردانه وقت بخ... دیگه خیاط یا به خاطر خیاط ببرن لباس خودا. اونا رو باید کمک بکنن که در قلم لباس خود دختر بتانه بله واقعا بله. شک خود رشته خیاطی یا مسلک خیاطی یک رشته زنانه هست و بیشتر منشا گرفته ازی که خانم ها دوخت و دوست می و بسیار از خیاط ها اگر نگاهی بی اندازه خانم ها هستند خب در موردی بگوین که در چقدر مدت وقت به خود که رسیدین و استقلالت مالی را بدست در مدت سه سال سه سال میشه که من کاملا سرپای استم یک کارگاه خیاطی داریم ما در قسمت لباس های بف هستند، لباس های طفلانه و کارگاه سنایی دستی ما در چار قلعه وزیر آباد است که البته از هر نوع سنایی دستی ما برخوردار هستیم میتونیم آماده کنیم دیگه در مدت سه سال میشه که ما خود کاملا سر پای کردیم از احتیاجات بر آمدیم <تصفح> کوشش دارم دیگه که خانمایی که زیر دست ما هستن اون رو کمک بکنم که با خیر در آینده بتانند اونا هم مثل ما ور سرپای شوند محتاج به کسی نشن و بتونن که یک لقمانان علال به خانواده و فامیل خود ببرند انشالله واقعا کارتون ستودنی است که فرصت شغلی را برای بانوان اجاد کردین از درامتون راضی هستین؟ بله بله راضی هستم شکر گذار هستم حلال پیدا میکنم شکر آرام میخورمش خدا را شکر انشالله همیشه کار بارتون اولی بگذره زنده باشید میاییم سر از به بیشتر بگوین که چه زمان کارگاه را البته کار شاه کردین و در کنارش با چه مقدار هزینه کارگاهی را که ما آغاز کردم البته یک شریک داشتم کالام شریک ما هست بازاریاب داریم من اولا از کمتر شروع کردم می پیرانای بف نره را کالم دیگه کاملا ما زمستان تا از جور میکنم دیگه چیز نمیزین فقط یک پیرانای بافی جالی هست یک بازاریاب دارم و و بازاریابی میکرد اولا یکی دو سه چهار پنج تا مشتری پیدا نام خدا شکر به ده ها تن مشتری داریم که چتا برش رسیدن نمیتونیم فعلا 16 نفر خانم ما در کارگاه خیاطی ما کار میکنه پیرانا را به خیر دیگه اون سر کار کردن میرن بازاریاب داریم و میبرن هر کس مشتری مشتریا فرمایش میکنن برشان تیار میکنیم میبرن درست خیلی خوب ان شاء الله صحبت های ما ادامه خواهد داشت هموطنان عزیز حالا میریم یک میان برنامه کوتاه برگشتیم به ادامه برنامه کاربار و بانو بهار صدیقی هنوز هم در استودیو کنار ما هستند خسته نباشین سلامت باشید بانو صدیقی خودکفایی فرد به نظرتون چقدر میتونه بالای اقتصاد خانواده تاثیرگذار باشه خودکفایی فرد بالای اقتصاد خانواده تاثیرگذار زیاد داره میتونه که یک نفر یا یعنی دو نفر شود درست یکی کار میکنه را یکی میباشه یکی دیگه در استاد شود دو نفر میشه میتونه استا استاد خودکفاش ها زیادتر هم میشه از خودتان بگوین به خودکفایی رسیدین؟ بله ها ما شکر راضی هستم خودکفا هستم مشکل ندارم دستم به کسی دراز نیست فضل خدا خوش هستم راضی خدا هستم از کار بارو خب میاییم سر صنای دستی تان در مورد کارگاه تان بگوین که در کارگوی تان کدام نوع صنای دستی شابل می باشه؟ در کارگاه صنای دستی ما هست که حال نو پرتله ساخته بودیم به برادرای ما درست دیگه بود هسته، دستکاول هسته، دستکاول های بسیار مقبول مقبول، کمربند ها واسکتک های بسیار مقبول، به دخترک های خورد، به بچه ها دیگه همه چیز که دستاخته ساختره میشه، ما میتونیم بسازیم خیلی خوب، مواد خام بود و دستکاول از کجا میکنین؟ از افغانستان خود ما هست، از ولایات یا از خارج شما وارد میکنین؟ نه خیلی زیادتر مواد خامی او از پاکستان پاکست از پاکستان می چرا در ولایت خودمون نیست یا در افغانستان نیست هستک هست که باز چیزی که ما میخواهیم من نیسته یعنی کیفیتش کمتر بله، کیفیتش کمتر است خب درست هست. در موردی بگوین که یک بوتی که شما مده میسازین کدام فرایند را تایی میکنه تا به بازار عرضه میشه بوتی که ما میسازیم البته او یک نفر نمیسازه بوتیس که زیاد کارا سرش چی میشه ساخته میشه گلک هسته مثلا چرمه میزنیم شیشه میزنیم یک بوت هم میتونه چهار نفر تکمیل کنه و در یک هفته یک پینجا جوره بوت تکمیل میتونیم و خیلی دفتی دوم در بازار عرضه میشه در کجا با فروش میرسن این فروشگاه های مختلف یا قرارداد هم دارین؟ نه خیلی قرارداد داریم امدگه که میفروشیم خیلی خوب چطور بالی. از کاروار بوت و دسکال. خوب است دی روزا کم کمتر شده را شکر خدا خوب است از کدام صنایع دستی درآمد بیشتر داریم؟ از صنایع دستی می بوت و دسکال. درست امیل واسکتا کویر البته ای خوب تر است به نظر شما کدام نوع صنعت در افغانستان کاربارش بیشتر است و می تواند درآمد خوبم داشته باشه صنعتی که به درد مردم میخوره زیادتر است می لوازم است که مردم ضرورت داره نیاز داره نیاز ضروری است یک یوم کاوس است یکیم یک ضروری یک 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 است که مردم مور کار داره را همون چیزا را ما زیادتر چی میکنیم که مردم میبره بونو خیلی بسیار از هموطنان ما دهی و آخر علاقمند صناعی دستی شدن حتی از لباس هایی که میپوشن مطمئنند از انواع مختلف صناعی دستی او کار گرفته شده دلش دلیلش شمی است که از هر چیز از هر رنگ کار گرفته میشه مقبولیش ظرافتش زیباییش زیاتر میشه و صنایع دستی که از بسیار گرانبها است نسبتا به تولیدی شرکت ها که میسازند صنایع دستی بسیار قدر داره البته اگر کسی ارزش من میشه بفهمه صنایع دستی بسیار خوب است کیفیتش هم خوب است رنگ و از رنگ مختلف از رنگ و رنگ از دیگه مردم میتونن فرمایش هایشان هم هر رقم بخواین برشان آماده کنیم از اون خاطر خوش هستن و زیادتر هم است در قسمت میخوایم یک خاطری تان را قصه بکنین بر ما که خیلی بر جالب تمام شده باشه شما قرارداد را گرفته باشین یا سفارش را گرفته باشین که بعدا یک مشکلات خورد کوچک بر شما پیش کرده باشه دارین چین خاطری؟ خاطری دارم که البته یک, س... یک و نیم سال پیش یکی از تجارا بود ما البته که تجار هم مچم بوده که بر ما زنگ زد گفت که بر ما از زمی بوت و دسکول پینجا پینجا جوره, جوره جور کده تیار بر ما بانیم درست ما بر از اینا تیار کردیم گفتن واس کتک های تفلانه و چگانه هم خورد بر ما آماده کنیم برشان تیار کردیم باز پس دوباره زنگ زد گفتیم تیار کردیم براتان پس گفتن خیلی میشه که اونا را خودتان شما بر ما تا یک جای آدرس دادن اینجا برسانیم بسیار خوب او ما بردیم رساندیم برشان تا اونجا رساندیم خوب از او ساعت ها تیر شد او... کسی که فرمایش داده بوده البته متاسفانه که نامد پس که مال برگشتن همین <تصح> خاطره بر من بسیار جالب بود <تصح> چی کردین به او مسئولات سان؟ دیگه پس دوباره خب مسئولات ما خیف نمیشه بله از یک سال تا سال ها هم باقی بمانه تولیدات دستی هست، ارزش زیادتر است پس به فروش میرسه ولی بدون شک اتفاقات میفته و خصوص به کسایی که دی بخش کار میکنن و فروشات دارن خب می این سر کارگاه خیاطی تان کدام نوع لباسا رو در کارگاه خیاطی تان آماده میسازین در کارگاه خیاطی ما البته مدت یک سال سرپت دنیا بود که جور میکردیم میدوختیم شاگردا میدوختن راحت بود البته مقدار پولش کمتر بود <متحدث> بعد از می یک سال مدت دو سال میشه که کلا جالی بخسته از 14 سال به پایین جور کردم بیریم شکر خدا خوب است درآمد زیادم داره خدا را شکر, خدا را درامت داره. شکر, داره. شکر که درآمد زیاد داره که حداقل شما بتونین که مصارف خانواده را از خرج تکمیل بسازین برو سیدیقی دختر لباس کودکانه مشکل هست یا از بزرگسالان نه خیر دختر لباس کودکانه مشکل تر است چون خرد است دست صحیح جور نمیایه زیر ماشین صحیح جور نمیایه مشکل تر است باز یگان تاره که بگی که لباس میخرن از میگه خرد است یعنی باید پیسی شون کم در باشه نه خیل. از خود باید پول زیادتر باشه و خطر که بسیار جنجالی هسته و زحمت دوخته میشه بله بس قیمت لباس های بزرگ سالات چرا زیاد هست؟ اگر ما بریم به فروشگاه مختلف میگن که زحمت زیاد نیاز داره دقیق هستی؟ نه خیر نه خیر این کاملا غلط هسته به خاطر که لباس کلان که از هر رقم دیزاین رویش کار شود راحت دوخته میشه چون تکه کلان است راحت میتونی در دست بگیری راحت میتونی او را بدوزی خرد که است خرد سال که چقدر که پایین تر بیری البته از نوزاد یک جور لباس جور کنی بر ها سه جور لباس باید. مشکلش زیادتر است بون سیدی خیزی بگوین که آیا خیاط شما متفاوت است که خیاط اختصاصی افتر است که باید لباس های کودکانه رو بدوزه و خیاط هم هستند در کارگایتان که لباس های زنانه یا بزرگ سال بدوزه نه خیر خیاطا کستا کنن کل خیاطای ما می کارم کلان می هم خورده این کار ما زنجیروی است البته بالا تنری یکی می دوزه پرک دیگه میزنه دامن دیگه بس بندیر نفر چهارم یا پنجم میکنه خیاطای مختلف نداره که خورده یکی بود و کلان دیگه باز طور به میشه از می یک طرف که بود یک دیزاین هر روز قیچی میکنیم هم از یک سر خیاطای ما و می از کدام بخش را در بخش های خیاطی داریم دوخت لباس است البته تدریس هم داریم شاگرد میپذیریم بله ما خودم زیادتر وقت در خیاطی نمی باشم کورس هسته. شاگرد داریم البته تعداد شاگرد ما و 55 نفر است شاگرد داد تا درس می دیم. در چه وقت دوره یادگیری خیاطی هست شش ماه کلا خلاص میشه کسایی که ذهن و فعالشان خوب باشه فعالیتشان فعالیت ذهنیشان خوب باشد دست ما میتونن که یک حیات سیالی شوند <تصفح> کوشش ما خواسته و کوشش خود از اونها دختر خانمایی که درس میخوانند در خانه باید زیاتر کوشش کنند درست بله باز تدریستان عملی است یا نظری هم عملی است هم امتحان تحریری داریم هم روی اخبار برشون کار میکنیم سینوسته <تصفح> بسیار بلیا. از هموطنان و ما به فکر هستند که عملی میتونن یاد بگیرن چقدر موافق هستین؟ نخیر عملی قسمی است که یک جوارسه بدون قانونی میگیری غیر قانونی او که درس میخوانه را از درس خلاص میشه او که است قانونی است البته میتونه در مورد هر نوع لباس معلومات پیدا کنه در مورد هر میتونه خودش تدریس کنه کسای که عملی در درس میخوانه را عملی کار میکنه او در آینده چی نمیتونه تدریس کرده نمیتونه به خاطر که او درس نخونده عملی کار کرده و هم عملی نظری تحریری امتحانات باید داشته باشه و در آینده خودش هم هم سر پای <متحان> شما اشاره به امتحان هم داشتین گفتین امتحان میگیرین دوباره جذب میکنین و استخدام میکنین در کارگاه خودتان یا کدام تقدیر نامه میگیرن از شما و میرن به سراغ دیگه ها ما پنجشنبه و پنجشنبه امتحان میگیریم از شاگردای ما یک هفته ایره که چقدر پیش شاگردا کسایی که پس میمونن رو آخر نمرات از اینا رو جمع میکنیم که چقدر نمره گرفته او را میتونیم به مرحله بعدی پس سرش کوشش بکنیم که خوبتر یاد بگیره البته یک سه ماه دیگه دیگه مدت شش ماه است شش ماه کاملا یک دختر خانم میتونه که همه چیز یاد بگیره سرتیفیکیت برشون داده میشه و میرن به خیر پشت کارشون اگر ما کدام نهاد ما را کمک بکنه امه. ما میتونیم اونا را هم معرفی بکنیم به منهاد کمکشان میکنه برشان وسایل چیزای کاری رو برابر میکنه که هم سر پاشن بانو به هاره همیشه پیامتون رو برای هموطنان ما این و خصوص کسایی که هم مسلک شما هستن پیام ما است کسایی که هم مسلک ما است اونا بیاموزانن با دختر ها و ها حالا که شرایط بد است از درس از کار از همه چیز بس ماندن پیام منی میسته که زیاتر کوشش بکنن و به مردم خود زیاتر کمک بکنن و از دختر خانم ما هم امی خواهش دارم که دمی خیاتی همه, همه کاره باشند تنها خیاتی نه بله. حال که از درس ماندنه کوشش بکنن که در لباس خود خانوادی خود باید دختر بتانن بله سلامت باشین از این که برنامه ما تشریف آدین سلامت باشین تشکر بله بینیده های عزیز این بود داشته های امروز برنامه کاربار و بیتوار هستم که بینیده برنامه خودتان بوده باشین و ما هم تلاش میکنیم هم که موضوعات مختلف اقتصادی را در, در وسط تصویری بر شما نشر کنیم و در کنارش عنوان متشبس و با تجربه در برنامه دعوت بکنیم و از تجربه ها و فعالیت هایشان بپرسیم تا برنامه فردا که باز هم من لیزا مری خدمت شما قرار میگیرم شما را به خداوند یکتا می سپارم وقتتان بخیر